سلام، صبح شما بازم بخیر. با دومین گزارش ما در صبح زندگی خوش آمدین. امیدوار هستم که صبح را تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. و در دومین گزارش امروز ما آمدیم به منطقه پل سرخ و خواستیم که با تاکسیران ها صحبت بکنیم در قسمتی که تیل قیمتش بلند رفته و مسیرهایی را که میرن چند میرن، چگونه است، آیا تیل را که میخرن با این تیل پوره کده میتونن که فایده به دست بیارن در تاکسی های خود یا خیر. خوب است که اما قسم بریم قصه کده به طرف بعض تاکسیران ها و یک ماما میج استاد است. میخوایم اول امروز این صحبت بکنم. ماما سلام، صحبت بخیر. علیکم السلام، بفرمایید صاحب. تشکر. ماما خودت هم تاکسیرانی میکنی؟ بله، هم تاکسیرانی میکنم. چند سال است تاکسیرانی میکنی؟ از 50 سال زیاد میشه. اینه دیگه همی ریش و مویه دیگه دمی تاکسیرانی سفید؟ بله صاحب، بله دمی تاکسیرانی ما سفید کردیم واقعا. خب تیل میگن بلند رفته، 65 بود حالا 75 شده. بله. در پا بلند رفته. حالا بله. باز با این تیل خودت پوره کده میتونی؟ ولو پدر جان که اینطور است که مشکل خالص سر کل عمومی در کل جای است. اگر در چیزی که تجارت است ولی کم ذره پسمان هستیم. خب مگم برای فعلا گزاره میکنیم، خدا مهربان است. اگر وقت شبه که بخیر تیل مرزان شبه یا کار غریبی مکتبا پنتون دفترا ایلا شبه باز کفتش بخیر میکشیم. حالا خود اگر در خانم اگر 150 چی که میشه اونمور ما قناعت میکنیم دیگه توکل تولالا ببینیم خدا چی میکنه این داره. بشک امروز تیل انداختی؟ بله سه انداختم. در موتر چند لیتر چند بود امروز تیل؟ لیتر 69 روپا. 69 روپا، یعنی نسبت به یک ماه پیش دیگه تقریبا 7-8 روپا بلند شده. بله با 7-9 روپا بلند رفته است. خب اگر از اینجا تا شار بله. یک کس بیاید بگه از اینجا تا شار چند میری؟ بله. با چند روپا تا شار میبرین؟ خب اگر ما خودم دستو به می موتر شوری کار میکنیم اگر در بستون پیدا شود 100 روپا میبریم. خب از اینجا تا شار 100 روپا. بله. خب باز بعضی ها میگن که 1.5 صد. خب والا نه دیگه، انصاف خوب چیز است، برکت غیر حاصل است، خدا مهربان است، برکت خوب غیر حاصل است. اما 100 روپا با زیادش بیادرای ما اوقدر همی پالیت های تجارت و دکاندیر اوقدر مزدی کس نیست، اما 100 روپا میبریم. بسیار زیاد تشکر، در کار بارتان برکت. همچون است، شما هم تشکر. تشکر. خب اوقدر بلند نرفته، تقریبا 8 روپا یا 7 روپا امو گپ ما است دیگه که ما گفتم برای شما امروز در گزارش اول هم یاد کردم که نرخ تیل بلند رفته و باش که دریور از این نیست. خوب است که بریم همه قسم به طرف بعض تاکسیران های دیگه. باش که تاکسی ران دیگه هم نیست. سلام، خوب هستین؟ هستم برادر، خیرت. شما هم تاکسی رانی میکنید؟ بله، دریور تاکسی هستم. تیل بلند شده؟ تیل خیلی بلند شده، بله. تقریبا 68 افغانی یک لیتر تیل است. چطور از بازبایی تیل پوره کده میتونین؟ روز روزگار را چلانده میتونین؟ والا پوره که نمیشه، خب منتها مجبور هستیم چیکار کنیم، باید برایم برش یک لقمه نان. در روز 250-300 افغانی به ما بیشتر نمیمونه. شما تاکسی شخصی دارین یعنی یا لاینی کار میکنین؟ موتر شخصی است، خود لاینی کار میکنیم، لاین پل سرخ شهر کار میکنیم. کرام 20 افغانی است؟ 20 افغانی، بله. حالا اگر تیل بلند شوه شاید از 20 افغانی بلند بره کرا؟ افغانستان است، در افغانستان سعی کنین هر چیز ناممکن امکان داره. امکان داره وقتی که نه صرف یا استاد میکنیم و مجبور کرا رو بالا ببریم دیگه. یا تیل هم شاید بالا بره، ازی بیشتر هم بالا بره. گفتن 69 افغانی شده، من پیشتر پرسان کردم. داره دیشب ما 68 انداختیم، شاید امروز 69 شده باشه. بلندتر از هم امکانش هست که بلندتر شده. تشکر. خواهش میکنم. بله. خب بخواییم با یکی دو تاکسیران دیگه هم صحبت بکنیم. همینجا پیشتر همی لالای ما گوه من صحبت میکنم. بیاتونه بیادر سلام، صحبت بخیر. ساعت شما خوب است؟ ساعت من حال خوب، خوب هستین، ساعتم خوبه. تشکر. چقدر خوب لبخند میزنین. همی پیشانی باز، همی خلق خوشه. همه ما تشنش هستیم، نه در این شب روز. لبخند یک محبت خدا دادگی است که باید هر مسلمان در مقابل برادر خود یک لبخند بزنه. اگر دیگر در این شرایط فعلی ما با کسی چیزی دادن نمیتونیم، حداقل یک لبخند خوب بزنیم. خدا شاهد است که امروز مامورینی که یک ماماش نگرفته رفته زیر خط فقر،
و دوم ماش که نگرفته او رفته در فقر مطلق. ما امروز کشور ما هیچ نظام اقتصادی درست نداره، نه نظام اقتصاد بازار داریم، نه مختلط داریم، نه نظام اقتصادی حداقل نداریم. در کشور که ما کدام نوع نظام را تعقیب میکنیم؟ ما نظام سیاسی نداریم، نظام اقتصادی نداریم، ما ثبات امنیتی نداریم، ثبات صحی نداریم، ثبات روانی نداریم. دولت ما دعای امی امارات که آمده فعلا در سر اقتدار هست، حکومت جمهوریت رفت، آل اینمی حاکمی که فعلا از آقای هیبت الله ملا برادر، اینا به فکر چی هستن؟ مملکت آزاد شد، دولت آزاد شد، مردم بسیار در فقر است، مردم از فقر بکشن، مردم بسیار در حالت بسیار زیر خط فقر. در زمان حکومت اشرف غنی 97% زیر خط فقر بودن. امروز مملکت ما مردم ما در چی وضعیت قرار داره؟ خدا شاهد است مردم امشب نان خدا نداره. خودم یک مامور یک کارمند دولت بودم، یک ماه معاش نداد آقای اشرف غنی، معاش دو ماه حکومت امارات نداد. تا حالا رامی میگن که میتین، حالا که میتین چقدر میتین؟ حالا کدام نظام اقتصادی رو شما پیش میبرین؟ مال مامورین هم کلش به سواد نیستین. این تکسیران ها رو که میبینه همش یا 14 رو خونده یا لسانس است یا ماستر است یا دکتر است. حالا با کدام رو شما ششتین؟ کشور اسلامی گفته، اسلامی گفته، این اسلامی. حالا شما بیارین پیاده بسازین نظامتان، نظام اقتصادی دارین، نظام سیاسی دارین، نظام امنیتی دارین، ثبات امروز هیچ نداره. مردم کلا، مردم در افغانستان امروز تکلیف روانی داره، کلا مریض است. برین حالا برای مردم مرهم شوین، برای مردم شفقت کنین، مهربانی کنین. مردم زیاد ضرورت داره به خنده شما، به لبخند شما. مردم ما امروز بسیار زیر خط فقر است، واقعا تاسف است، تاسف است به این. قربانتان بسیار زیاد تشکر. خودتان هم تکسیرانی میکنیم؟ من تکسیرانی میکنم، خودم انجینیر هستم، لیسانس اقتصاد دارم، اما وضعیت که ببینم، مملکت که ببینم، بسیار متاثر هستم، بسیار متعلم هستم، بسیار شخصا دردآور است، دردآور است، رنجآور است. انجینیرهای ما میره در سر سرک تکسیرانی میکنه، ببینیم که پیسه 300 افغانی روز پیدا یک موتروان نمیتونه، یک تکسیران نمیتونه، 200 نمیتونه. حالا آیا یک فامیل چند تعداد اعضای خانوادهش هست میتونه رسیده به این 200-300 زندگی خود پیش ببره؟ بسیار سخت است، واقعا مشکل است. با وجود شما افتخار میکنیم به او اسنادهای تحصیلی که گفتین تکسیرانای ما دارن، همشان افتخار ما هستن. اما در زندگی وقت انسان مجبور شد که نان پیدا بکنه، پول پیدا بکنه برای خانه خود، برای اولاد خود، برای زن خود، ناگزیر است که باید یک کار بکنه. ناگزیر است باید یک کار کنه. مرد خدا با کار آفریده، وقتی که کار باشه هیچ کس کشور خود ترک نمیکنه. هیچ کس کشور خود که مادر است، کشور است که به حساب زندگی کرده، ده او به حساب محبت دیده، او را ترک نمیکنه. به این خوبیایی که کشور ما داره دنیا نداره. من امریکا و پاریس را بهش نمیدانم، اما امروز ثبات اقتصادی نداریم، ثبات سیاسی نداریم، ثبات امنیتی نداریم، صحی نداریم، روانی نداریم. همه کشور ما مردمش امروز مریض است، تکلیف داره. بسیار زیاد تشکر، گپایتان بسیار شیرین است، قربانتان. تل میگن قیمت شده، ما معلومات دارم که میگن تا 7-8 افغانی در هر لیتر تل بلند رفته. امی دلیل از امی بلند رفتن تل در چی است؟ یکی امی نظام اقتصادی را که گفتمت که امروز ما نمیتونیم که به حساب امور را دنبال کنیم کشور ما، اما نمیفهمه که کدام نظام است. آیا نظام بازار آزاد است؟ نظام مختلط است؟ کدام نوع نظام اقتصادی رو شما پیش میبره؟ مردم یک دلهورگی است. دیروز من خودم یک لیتر 70 افغانی انداختم ساعت 12 بجه، دیگر شد 68 افغانی انداختم تیل پترول در تانک. آیا شارواله ما مرجی هست که به حساب امین نرخ‌ها رو کنترل کنه؟ حداقل امین نرخ‌ها رو یک ثبات برش بیاره. مردم هم آر در یک روز در یک قیمت است، روغن در یک قیمت است، تیل در یک قیمت است، کرایه اونم او چیز است. چیزی که در افغانستان بالا رفت، پایان آمدنش بسیار مشکل است. تشکر. حالا با اینمی نرخ تیل
خودت میتونی کمی زندگی را با چلانی با این تل میتونی پورا بکنی؟ یقین کنین که با مثل ما با سطح شهر کابل تماما تکسیرانایی را که میبینی روز دو ساعت در دو ساعت هم قناعت به این میکنه که کار دیگه نیست اگر نه نمیکنه نمیکارم حالا که در خانه بشنن پیش چوچای خود میاین میره غنیمت میدانن 200 افغانی را پیدا میکنن کتاب برای در خانه شان هزاران مشکلات در بیروی چالش ها را متقبل میشه به خاطر از اینکه 200 افغانی برای خانه خود برای چوچای خود شو مبره یک ده تا نان ببره دیگه بسیار سخت است سختی به حد رسیده که کارت میگن از استخوان مگر هم از استخوان هم مال تیر شده خداوند مهربان است اگر تاکسی نباشه چی خواد کردی چی کار میکنی اگر تاکسی هم نباشه هر کاری که باشه به خاطر نفقه حلال برای خانواده خود خواد کردم خواد دست به کار زدم اما با واقعتش به حد سخت شده زندگی به حد در کابل در افغانستان به حد رسیده که هیچ کس تاب توان از این دیگه نداره از لحاظ اقتصادی یک دو سه گپ که باید خوب شوه این وضعیت چی است دو سه گپ از طرف خواد یک موضوعی را که امین نظام سیاسی ما باید اعلان شود کابینه اعلان شود وزرا بره در جای خود مامورین معاش شبته معاش مامورین به این وضعیت انداختن که جریان اقتصادی را مختل ساخته هر زمانی که جریان اقتصادی سایکلش پوره میشه اینمی خودش داد و ستد تبادل پولی صورت بگیره جریان یه حالت عادی خود میگیره اگه کار کنه معاش مامورین بته خل جریان اقتصادی و دوران بفته و در ضمن از نظام اقتصادی خود مشخص کنه کدام نوع نظام اقتصادی رو اینا پیش میبره یک جناب تشکر سلامت باشین بخیر باشین روز خوش داشته باشین قربانت شما بیننده گزارش شما به گونه زنده از منطقه پلستر هستین آمدیم با تاکسیران ما صحبت کردیم و دیدیم که واقعا دردای دلشان خیلی زیاد است از نظام اقتصادی گفتن و جالبی که هر کدام از تاکسیران‌های ما اسنادهای تحصیلی خیلی خوب دارن اما به دلیل از اینکه بتانن زندگیشان به شکل بسیار خوب به پیش ببرن آمدن تاکسیرانی میکنن تا یک لقمنان حلال پیدا کنن و به طرف خانه خود ببرن فرصت ما هم تمام هست ناگزیر هستیم بریم به طرف استودیو صبح زندگی ادامه برنامه صبح زندگی را با همکارانم در داخل استودیو دنبال کنیم